از این کشورهای منطقه در قبال طالب مستأصل شدن، نمیدونن چه کار میکنن با طالبان. از یک طرف نمیتونن اینها به رسمیت بشناسن، از یک طرف هم نمیتونن باشون کار بکنن، مدارا بکنن، از یک طرف هم احساس خطر میکنن، از یک طرف هم میخوان برن یک جوری اینها رو به عنوان نیروی نیابتی خودشون استفاده بکنن. یک ملغمه شده از تمام این اهداف و نیات ماجرای افغانستان برای اینها، برخلاف اینکه بعضی از دوستان فکر میکنن خیلی هدفمند هست این ماجرا، اگرچه که امریکایی ها برخلاف اون چیزی که به نظر میاد در افغانستان شکست نخوردن، حساب شده خارج شدن و هدفشون این بود که این هیولایی که در افغانستان هست و ساخته خودشون به علاوه برخی از کشورهای همسایه هست، اینو اجازه بدن که از توی کوزه بیاد بیرون و بعد دامن خودشون رو نگیره. اینکه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد رو پیش بینی نمی‌کردن که اینجوری ادامه پیدا بکنه. اینها فکر می‌کردن پشت دروازه‌های کابل طالب و ارتش نگه می‌داره تا وقتی شرایطی که در دوحه خواستن پذیرفته بشه، بعد اینا بیان و وارد بشن، یا لااقل این ادعا رو می‌کنن. الان به نظر میاد همه طرف‌ها، هم همسایه‌ها، هم آمریکایی‌ها، حتی پاکستانی‌ها، چرا پاکستان به رسمیت نمی‌شناسه حکومت طالب، در حالی که از خودشونن، خود اینها اومدن مثلا تقریبا جنگ پنجشیر، اون آقای فیض حمید اومد در خود کابل مستقر شد، دفتر کار گرفت و جنگ را هدایت میکرد، هواپیماهای نظامیشون رفت آمد میکردن. حتی پاکستان جرئت نمیکنه اینها رو به رسمیت بشناسه، چون این مسئله براشون به وجود اومده که آقا اینها رو میتونن کنترل بکنن یا نه، نمیدونن با طالبان چی کار بکنن. این یک ویژگی داره و اون ویژگیش اینه که فعلا به رسمیت شناخته شدن طالبان به تاریخ میفته، اما یک خطر هم داره و اون اینه که یک حفره بزرگ در افغانستان ایجاد میشه. افغانستان شده یک چاله سیاه امنیتی که هیچ صاحبی نداره، همه گروه های تروریستی هم به اونجا رفت آمد دارن.